به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان. من داوود گلی هستم، کارشناس نرم افزار و با بخش اول آموزش پروژه محور دفترچه تلفن در خدمتتونم. هدف ما از این آموزش کار با دیتابیس در برنامه نویسی اندروید هست. عزیزانی که برنامه نویسی اندروید کار میکنن و قصد دارن که این حرفه رو به صورت حرفه‌ای ادامه بدن، لازمه که به این مباحث تسلط کامل داشته باشن، چون اپلیکیشن هایی که امروز نوشته میشه گفت 90%شون کار با دیتابیس رو دارن. پس تسلط به این مباحث از موارد مهم برنامه نویسی اندروید هست. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم 0 تا 100 این آموزش رو برای شما تهیه بکنیم و در اختیار شما قرار بدیم. بعد از این توضیحات میریم سراغ یک سری از تعاریف تا مقدمه بشه برای شروع کار با دیتابیس. اولین تعریفی که راجبش صحبت میکنیم مربوط به دیتابیس هست. اگر بخوام یک توضیح خیلی کوتاه راجبش بگیم، میشه گفت سیستمیه که مجموعی از اطلاعات رو به صورت سازماندهی شده و مرتب نگهداری میکنه. حالا این اطلاعات داخل یک سری جدول ها ذخیره میشن که از تعریفش هم مشخصه. محل ذخیره سازی اطلاعات به صورت دسته‌بندی شده است. جدول ها زیر مجموعه دیتابیس قرار میگیرن و یک دیتابیس میتونه شامل چندین جدول باشه. اما جدول ها داخل یک دیتابیس نمیتونن هم نام باشن. جدول ها از ستون ها تشکیل میشن و اینجا هم مشخص هر جدول در دیتابیس داره ستون‌های مختلفیه و هر ستون هم میتونه نوع داده‌ای مربوط به خودش رو ذخیره بکنه. یعنی یک ستون میتونه مقدار اینتیجر داخل خودش ذخیره بکنه، یک ستون دیگه داخل همون جدول میتونه مقدار استرینگ داخل خودش ذخیره بکنه یا هر نوع داده‌ای دیگه ای رو. تعریف بعدی مربوط به کوئری هست. ما برای درج اطلاعات داخل دیتابیس یا خوندن اطلاعات از دیتابیس یا به صورت کلی برای ارتباط با دیتابیس از یک سری از دستورات استفاده میکنیم که در اصطلاح به اونها کوئری میگن. در اسلاید بعدی هم دلایل استفاده از دیتابیس رو برای شما عزیزان آوردم که 5 مورد هست و اگر بخوام به مهمترینش اشاره بکنم میتونیم گزارش گیری رو بگیم که من قصد دارم این مورد رو با استفاده از یک مثال به شما توضیح بدم. فرض کنید که اطلاعات دانش آموزهای یک مدرسه در اختیار شما قرار گرفته و شما از دیتابیس استفاده نکردید و بعد نیاز هستش که اسم اون دانش آموزهایی که معدلشون بالاتر از 15 هست رو از لیست جدا بکنید و داخل یک لیست دیگه بیارید. چون از دیتابیس استفاده نکردید، این کار برای شما خیلی سخت و زمان بره. شما باید اطلاعات دانش آموزها رو دونه دونه بررسی بکنید و اونهایی که شرایط لازم دارن رو جدا بکنید. ولی اگر از دیتابیس استفاده کرده باشید، با استفاده از یک کوئری نیم خطی میتونید گزارش ها رو خیلی شسته و رفته در اختیار داشته باشید. در اسلاید بعدی نمونه ای از دستورات پرکاربرد دیتابیس رو برای شما عزیزان آوردم و در ادامه هم از هر کدومش یک مثال میزنم تا بهتر بتونیم باهاشون آشنا بشیم. کوئری اول کوئری سلکت هست که برای گزارش گیری استفاده میشه. کوئری بعدی مربوط به کوئری اینسرت هست که برای درج اطلاعات داخل جدول ها استفاده میشه. کوئری بعدی همون جور که از اسمش مشخصه کار حذف اطلاعات از جدول رو انجام میده و کوئری بعدی هم برای آپدیت یا بروزرسانی هست. در این اسلاید هم شمای ظاهری یک جدول رو برای شما عزیزان آوردم تا بهتر بتونیم با مفهوم جدول آشنا بشیم. همون جور که میبینید این جدول من شامل 7 تا ستون هست. ستون کاستمر آیدی، کاستمر نیم، کانتکت نیم، آدرس، سیتی، پستال کد و کانتری. و همچنین شامل 5 تا سطر هست که میشه گفت اطلاعات اشخاص مختلف رو داخل خودشون ذخیره کردن. طبق تعاریف قبلی میبینید که ستون‌ها نوع داده‌ای مختلفی رو داخل خودشون ذخیره کردن. یعنی کاستمر آیدی اومده یک مقدار اینتیجر داخل خودش ذخیره کرده. کاستمر نیم اومده یک مقدار تکس یا استرینگ داخل خودش ذخیره کرده. بقیه ستون‌ها هم به همین صورت. در این اسلاید هم نمونه از کوئری ها رو برای شما عزیزان آماده کردم و همشون رو توضیح میدم و میگم که مربوط به چه کاری هستن. کوئری سلکت هست که برای گزارش گیری استفاده میشه و به این صورت نوشته میشه. سلکت کالم 1 و کالم 2 from table underline name. اسم جدولمون میاد توی این بخش قرار میگیره و همونجور که میبینید این کوئری اومده 2 تا ستون رو انتخاب کرده و بینشون یک کاما گذاشته. کاما برای جدا کردن اسم ستون‌ها در SQL به کار میره. با استفاده از سلکت هم میتونیم ستون‌های مورد نظر از یک جدول رو انتخاب بکنیم و به کاربر نمایش بدیم. کوئری بعدی هم کوئری سلکت هست، اما با این تفاوت که ما اومدیم از علامت استار یا ستاره استفاده کردیم که به این معنی هستش که میاد همه ستون‌های جدول مورد نظر ما رو انتخاب می‌کنه و به کاربر نمایش میده.
کوئری بعدی کوئری اینسرت هست که مربوط به درج اطلاعات داخل جدول میشه و به این صورت مورد استفاده قرار میگیره. اینسرت اینتو اسم جدولمون اینجا قرار میگیره. یک اسپیس میزنیم و یک پرانتز باز میکنیم. اسم ستونهایی که میخوایم مقدار دهی بکنیم رو داخل پرانتز اول وارد میکنیم و با استفاده از کاما اونها رو از هم جدا میکنیم. در ادامه کوئری رو با کلمه کلیدی values ادامه میدیم و یک پرانتز دیگه هم باز میکنیم. اینجا میتونیم مقادیرمون رو قرار بدیم، یعنی value 1 میشه برای کلمه 1، value 2 برای کلمه 2 و value 3 برای کلمه 3. به این صورت مورد استفاده قرار میگیره. و کوئری بعدی کوئری دیلیت هست که برای حذف اطلاعات از جدول مورد استفاده قرار میگیره. دیلیت فرام اسم جدولمون، ور که به معنای همون ایف داخل برنامه‌نویسی خودمون هست و توی این بخش کاندیشن شما میتونید شرط مربوط به خودتون رو بنویسید. مثلا مینویسید ور آیدی برابر با 1، میاد اون ستونی رو که آیدیش برابر با 1 هست رو حذف میکنه. اگر ور نذارید میاد کلیه اطلاعات جدول رو برای شما پاک میکنه. کوئری بعدی هم کوئری آپدیت هست که برای بروز رسانی اطلاعات جدول به کار میره و به این صورت مورد استفاده قرار میگیره. آپدیت تیبل آندرلاین نیم که اسم جدولمون اینجا قرار میگیره ست، و با استفاده از یک اسپیس میایم ستونها و مقادیرشون رو مشخص میکنیم. مثلا میگیم کلمه 1 مقدارش آپدیت بشه با ولیو 1. حالا اگر بخوایم یک ستون دیگر هم آپدیت بکنیم با استفاده از کاما میایم اون رو جدا میکنیم و میگیم کلمه 2 برابر با ولیو 2. و به همین صورت با استفاده از ور هم میتونیم براش شرط بذاریم. اگر شرط رو نذارید میاد کلیه اطلاعات جدول رو برای شما آپدیت میکنه. در ادامه من منابع صحبت هام رو برای شما عزیزان آوردم و بهتون پیشنهاد میکنم که حتما به سایت w3schools.com سر بزنید، چون میتونید اونجا با کوئری های بیشتری آشنا بشین، اونها رو تست بکنید و حتی به صورت آنلاین جواب کوئری هاتون رو داخل همون سایت مشاهده بکنید. امیدوارم که تا اینجای آموزش راضی باشین و ادامه هم ما رو همراهی بکنید. تا بخش بعدی شما رو به خدا میسپارم. به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان. من داوود گلی هستم و با بخش دوم آموزش پروژه محور دفترچه تلفن در خدمتتونم. همونجوری که توی ویدیو قبل گفتم، توی این بخش قراره که کارهای مربوط به ساخت دیتابیس و جدول رو در اندروید استودیو انجام بدیم. برای این کار چون من می‌خوام یک پروژه جدید بسازم، اندروید استودیوم رو باز می‌کنم و روی گزینه Create New Project کلیک می‌کنم. اینجا انواع مختلفی از اکتیویتی ها موجوده که من میتونم به عنوان اکتیویتی اول خودم انتخاب بکنم. امپتی اکتیویتی رو انتخاب میکنم و نیکس رو میزنم. اینجا یک سری اطلاعات از ما میگیره که بخش اول مربوط به اسم اپلیکیشن شماست که من میذارم فرادرس underline database. بخش دوم مربوط به پکیج نیم. عزیزانی که برنامه نویسی اندروید کار کردن به یه موضوع آشنا هستن که ملاک شناسایی اپلیکیشن شما روی گوشی یا روی مارکت هایی که قرار میگیره این پکیج نیم هست، یعنی اپلیکیشن شما با این پکیج نیم شناخته میشه. اگر دوست داشتید میتونید تغییرش بدید، اگر نه میتونید بذارید روی همین بمونه. گزینه بعدی بخش سیو لوکیشن هست که محل ذخیره سازی پروژه روی سیستم شماست. من روی این مسیر تنظیم کردم. اگر شما دوست داشتید با کلیک روی آیکون پوشه میتونید مسیر رو تغییر بدید. بخش بعدی زبان برنامه نویسی این پروژه است که جاوا و کاتلین رو میتونید انتخاب بکنید. ما میذاریم روی جاوا بمونه و میریم سراغ قسمت بعدی. این بخش مینیمم استیکا هست که حداقل اندرویدیه که اپلیکیشن شما میتونه روش نصب بشه. همونجور که میبینید من گذاشتم روی API 16 که مربوط میشه به اندروید 4.1 و همونجور که میبینید تقریبا توسط 100% گوشی ها ساپورت میشه. فینیش رو میزنم تا پروژه ساخته بشه. خب دوستان، پروژه ما با موفقیت ساخته شد. حالا میریم سراغ انجام کارهای بعدی. اولین پنجره رو من یکم بزرگش میکنم و اولین کاری که میخوایم انجام بدیم اینه که یک کلاس جی بسازیم. کلاس جی کلاسی هستش که مواردی که قرار زیاد داخل اپلیکیشن استفاده بکنیم رو یک بار داخلش تعریف میکنیم و هر جا که دوست داشتیم مورد استفاده قرار میدیم. برای ساخت کلاس جی روی پکیجم کلیک راست میکنم و از بخش نیو گزینه جاوا کلاس رو انتخاب میکنم. اینجا میتونم اسم کلاسم رو بنویسم. من میذارم جی. حالا شما هر چیزی که دوست داشتید میتونید بذارید. من با همین جی راحتم و اینتر رو میزنم تا کلاسم ساخته بشه. بعد از اینکه کلاسم ساخته شد این رو اکستند میکنم از اپلیکیشن. اکستند به معنای ارسپری هست و کلاسی که از اپلیکیشن اکستند میشه اولین کلاسی هستش که به محض اجرای برنامه اجرا خواهد شد.
حالا بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم، متد آن کرییت رو هم براش اوررایت میکنیم. حالا من قراره که از آبجکت دیتابیس زیاد داخل پروژم استفاده بکنم، پس مینویسم پابلیک استاتیک اسکیولایت دیتابیس و اسمش رو میذارم دیتابیس. حالا اومدم این آبجکت رو به صورت پابلیک استاتیک تعریف کردم. مواردی که به صورت پابلیک استاتیک تعریف میشن میتونن توی همه جای اپلیکیشن قابل دسترسی باشن. حالا میام داخل onCreate و یک استرینگ تعریف میکنم، اسمش رو میذارم مسیر. این مسیر چی هست؟ مسیر ذخیره سازی دیتابیسمونه روی گوشی که اینجوری بهش مقدار میدم: environment.getDataDirectory. یک به علاوه میزنم و یک دابل کوتیشن باز میکنم، یک اسلش داخلش یک دیتا، یک اسلش دیگه از دابل کوتیشن میام بیرون، یه به علاوه میزنم، یک اینتر هم میزنم تا شما کد ها رو کامل ببینید. حالا می نویسم get package name، یک به علاوه دوباره یک دابل کوتیشن، یک اسلش میزنم و اسم دیتابیسم رو مشخص میکنم، contact.db مثلا، دیبی پسوند دیتابیسمون هست. این شد مسیر ذخیره سازی دیتابیسمون. اگر شما دقت بکنید شبیه یک مسیر عادیه دیگه. انوایرمنت میشه همون حافظه گوشی شما. داخل حافظه گوشی یک گوشه دیتا به صورت پیش‌فرض وجود داره که اگر واردش بشید یک دیتای دیگه میبینید. حالا وقتی که اپلیکیشن رو اجرا بکنید، یک پوشه به اسم پکیج شما ساخته میشه. اسم پکیج شما چیه توی این پروژه؟ این هستش. اینجا مشخصه، پکیج برابر با یه چیزی، یک پوشه به همین اسم برای شما ساخته میشه که داخلش یک دیتابیس هست با این اسم و این پسوند. خب این شد مسیر دیتابیسمون. حالا باید دیتابیس رو بسازیم. میگیم دیتابیس برابر با sqlite.database.opendatabase. میگه از چه مسیری باز بکنم؟ میگم از مسیری که داخل متغیر مسیره که توی خط بالا تعریف کرده بودیم، و یک کرسر فاکتوری میخواد که من نال میذارم و یک فلک که اینجوری مینویسم sqlite.database.createIfNecessary. یعنی اگر دیتابیسی وجود نداشت یه دونه به صورت اضطراری یا ضروری برای من بساز. این هم به این صورت. خب این کارها رو انجام دادیم، یعنی به محض اجرای برنامه این کلاس جی اجرا میشه و این دیتابیس برای ما توی این مسیر ساخته میشه. اما همونجور که میبینید این کلاس جی اینجا استفاده نشده، رنگش خاکستریه. میام داخل اندروید مانیفست و این رو باز میکنم، میام داخل تگ اپلیکیشن و مینویسم نیم، جی رو اینجا میذارم. این کلاس جی الان به پروژه من شناسونده شد. همونجور که میبینید اینجا دیگه خاکستری نیست، مشکیه، یعنی مورد استفاده قرار گرفته این کلاس. خب کارهامون اینجا تموم شد. کلاس جی رو فعلا می‌بندیم. با اندروید مانیفست هم کاری نداریم. همونجور که می‌دونید وقتی که پروژه‌مون رو ساختیم یک اکتیویتی و یک لایه XML به صورت پیش‌فرض برای ما ساخته میشه. من می‌خوام این رو به عنوان منو قرار بدم. یعنی می‌خوام یک دکمه اینجا بذارم که از اطرافم می‌چسبونمش به اطراف و یک فاصله‌ای هم بهش میدم، از بالا هم می‌چسبونم به بالا. متنش رو قرار میدم با @user، بزرگش هم میکنم به این صورت. میخوام وقتی روی این دکمه کلیک کردم برم به یک صفحه که اونجا یک فرم دارم و قراره که کار درج اطلاعات رو انجام بدم، پس لازمه که یک اکتیویتی هم بسازم. میام روی پکیجم کلیک راست میکنم، از بخش نیو گزینه اکتیویتی رو انتخاب میکنم، یک منوی دیگه برام باز میشه، امپتی اکتیویتی رو انتخاب میکنم تا بتونم یک اکتیویتی دیگه بسازم. خب اسمش رو میذارم اد یوزر و این هم لایه XMLش هست که باش کاری ندارم. فینیش رو میذارم که اکتیویتیم ساخته بشه. اکتیویتیم ساخته شد. حالا میخوام یک سری کارها داخلش انجام بدم. اونم اینه که بیام یک فرم خیلی ساده طراحی بکنم برای ورود اطلاعات و ذخیره‌شون داخل دیتابیس. میام توی این نقش و روت اصلیم رو به لینیر لایوت تغییر میدم و اورینتیشنش رو میذارم روی ورتیکال که به این صورت میشه. همه موارد زیر هم قرار میگیره. یک ادیت تکست میذارم، یه خورده هم زوم بکنم که شما بهتر ببینید. یک ادیت تکست دیگه و باز هم یه ادیت تکست دیگه. سه تا ادیت تکست و یک دکمه برای ذخیره.
میام توی بخش اسپلیت. اینجا هم اگر شما بخواد بهتر ببینید، اینجا تکس رو نیاز ندارم، تکس ها رو تبدیل میکنم به هینت و بخش اول نیم بمونه. اینجا هم هینتش بشه فامیلی.